تو ایران بیشتر فیزیکی کلا برداری میکنن میاد با چاقو قمه میخوان پول تو بگیرن اینجا از این خبرانی که مثلا تو تو و گوشی دستش باشه یکی بیاد گوشی تو بدزده یا یکی بیاد چاق کشی کنه ساعت دوازده شب هم بری یک شب هم دو شب هم بری تو کوچه خلوت امن امن از از این خبرانی حداقل تو استرالیا حالا تو اروپا احتمالاً وضع متفاوته ولی کلاهبرداری اینترنتی تلفنی خیلی زیاده حالا من قبل از اینکه برم سراغ جزیاتش که چجوری از چه این استفاده میکنن یه مورد از خودم بگم که تجربه شخصیم بود که کلا رفت سرم اینجا من ترمن 20 روز بود از اومدنم میگذشتی استرالیا بعد تو شهر بود تو سیتی بودم تو شهر ملبورن سیتی بودم بعد محل کارم دور بود یکم محل کارم پیر منطقه بود بسیار گلن, گلن ویولی وی بعد ما بعد دو ساعت میرفت میرفتم دو ساعت برمیگشتم چهار ساعت از زمان روزم میرفت فقط برای رفت آمد بعد گفتم خود جاوجا بشم آقا آه... گشتم یه خونه پیدا کردم زده بود خونه فولی فولی, فولی فرنیش یعنی همه چی داره آه... تخت داره میز داره همه چی داره آقا رفتم توی خونه یه دو تا سریلانکایی بودن بعد خونه اینا خودشون هم تازه جاوجا شده بودن تو خونه میگفت تو هفته تا اومدیم هنوز وسایل اینا خونه هنوز گاز کشیش و گازش بس شده بود خونه خونه قدیمی بوده ولی بعد حالا نمیدونم چی میکردن که گاز وصل میشد نمیشد آشپزی کنی حتی یه بقولی چی چی یه لوبیا گرم کنی رو گاز نداشت ظرف و ظروف یه سری ظرف و ظروف داشتن که میگفتن خب خودمون حالا با اینا با اشتراک میذاریم تخ نداشت میز نداشت یه اتاق کامل خالی گفتم که این قرار فولی فرنیش بشه گفت خب مشکلی نیست ما برات میگیریم تخت رو میگیریم همون شب رفتن یه تخت کوچیکی گرفتن بعد خلاصه من یه شب اونجا خوابیدم همون شبش رفتم یه سری لوازم بولی خرید کردم این فروشگاه 24 ساعته فروشگاه کی مارت بود نزدیک 50 دلار یادم خرج کردم که 50 دلار اوقات زیاد نیست ولی خب اون موقع برام زیاد چون من هنوز داشت دستم می اومد که چقدر زیاده چقدر کمه پول ایو لوازمو در حالی که فولی فرنیش بود من نه بعد پول ظرف و ظروف و رو جرانات میدادم برا خودم بگیرم چون همه جا دارن اینا رو هر خونه ای که میری خلاص آقا من اینا رو گرفتم روز بعد پیام دادم بهشون گفتم که من گفتم که من میز نیاز دارم یه میزی میخوام چون من دو تا لپتاپ دارم بابت کار میخوام بشینم اونجا صندلی لازم دارم و اینا بعد فهم داد که خودت اینا رو بعد بگیری گفتم وای یه فولی فرنی شده یعنی چی بعد هیچی گفت نه اینا رو خود بعد اینا دی وظیفه ای ما نیست ما تخت و گرفتیم دیگه بقیه چیزا همه چی با خودته گفتم خب هیچ پهلا که اینطوره من یه شب اونجا موندم من میخوام برم من اصلا نمیمونم من بعضی که بعدش سر کار میخوام جمع کنم برم گفت خب باشه آقا وقتی بعضی رفتم طرف من یه اشتباه دیگه که کردم گفتم خب اینجا استرالیا اینجا گل بول بله جهان اوله میشه راحت اعتماد کرد به ملت من با پول پیش و پول کرایه فکر کنم یه ماه من 800 دلار نقد به طرف دادم هیچ رسیدم ازش نگرفتم طرف گفت که من پول چیزو کم میکنم از حسابت چون الان میخوان یه شب ما اونجا گفت تخت و با رو تو بدی در حالی که تخت مثلا به قول طبق باید می بود رو اتاق گفت پول تخت رو بدی آه بعد آه من نمیدونم بالش گرفتم من این رو تختی گرفتم شیت به گرفتم اینا رو بعد پولش رو بدی بعد کم میکنم از چیزت بعد در اومد گفت گفت مثلا اصلا میتونم پولتو کامل بردارم تو هم هیچ کار همین جوری دقیقا نگاه به چشام کرد و گفت من I'll take your money and you can't do anything about it I have friends in the police میگفت من با پلیس آشنام و اینا طرف فهمیده بود من تازه اینجا گاگولم یعنی آه... که وقتی من به برادرم گفتم آه... همچین چیزی پیش اومد گفت ایران رفتی چجوری کلا گذاشتن سر گفتم خب اصلا خبر نداشتم من همینجوری خیلی از ایرانه دیگه همینجوری و خیلی دیگه از ملیت دیگه هم همینجور خیلی راحت کلا میره اینجا میگه خب مردم خوبی و فلان و اینا همه هم که آه... انگلیسی نیتیوه به قولی آدم چی میگن درست حسابی نیستن خیلی دیگه هم مهاجرن مهاجر کلا بردار خلاص آقا هیچی من دیگه گفتم خب حالا من حالا که من میشینم اینجا از اینجا تکون نمیخورم اینجا تا حالا هر کی بیاد کی بیاد به دادم برسه بعد طرف گفت طرف 100 تا رو برداشت پولا گفت بیا خب بیا 700 تا رو بهت میدم 100 تاشو ولی میگیرم ازت بعد هیچی من تاکسی گرفتم با وسایل و چیزا همه چی بردم بیرون هر چی بود داشتم زنگ زدم به تاکسی یه uh, تاکسی اومد uh, بعد طرف دید یه سری وسایل دارم یه نمیدونم بالیش توی جرانات دارم پتو دارم گفت نه وسایل زیاد دردسره سر بایش رفت بعد گفتم وی حالا به قولی عروس خودش قشنگ بید به قول مامانم میگه اوله هم داره برد آقا هیچ چیز تاکسی دیگه گرفتم حالا بود در حین اینکه منتظر بودم تاکسی دومی دو بیاد یکی یه مرد میانسالی داشت رد میشد بعد همینطور با خنده گفت ها خونه ما بیرون او خونه هم توی بنبستی بود یه حالت دایره مانند بنبستی بود یه سه چهار تا خونه جفت هم بعد معلوم بود که از همون ساکن های اونجاست چون خودش مثلا سفید پوست استرالیایی بود بعد من در فرصت استفاده کردم گفتم شما اصلا اینجا جاتون امن نیست الان من اینجا توی خونه بودم اینا پولمو دزدیدن کلا گذاشتن سرم الان ما دارم اینجا جابجا میشم شما اصلا امنیت ندارین اینجا من دارم از اینجا میرم میسپارم بخورد بعد و یارو همجوری شد چو دو هیچ حرفی نزد تا ساکت شد تا با لبخند اومده بود من ساکت شد خلاص ماشین دومی دو اومد یه پسر خوش اخلاقی بود بعد من سری همینجوری رو هوا یه خونه همینجوری تو آگهی پیدا کردم گفتم میرم حالا اصلا نه اینسپکشنی نه بازدیدی میرم میرم حالا چی شد آقا رفتم توی خونه دیگه تقریبا یک کیلومتر فاصله داشت با اونجا بعد رفتم داخل اه... اتاق رو دیدم اتاق 170 دلار در هفته گفتم و خوبه یه دختر رو پسری پس توش بودن 25 سالی برای سنشون بود بعد گفتم خوبه میمونم اونا هم یکم کپ کردم گفتم وای چجوریه یارو مثلا اومده سری اینسپکت کرده میخواد بره تو خونه بعد خلاصه تا هیچی ویزام رو داره وردن و عکس گرفت عکس گرفت و ویزام که ببینید آقا من کیم جرانات چون تازه ویزا گرفته بودم با حالی بودم بعد اینا هم سریلانکایی بودن که من یه لحظه خودم گفتم وای من بیچارم بعد از یه سریلانکایی دیگه سریلانکایی دیگه ولی همون شد که او دوتا و یه تعداد دیگه از سریلانکایی الان شدن بهترین دوستای من از پنج سال پیش تقریبا که من اومدم استرالیا نیت پنج سال بهترین دوستان شدن و بعدا من گفتم گفتم ما خیلی ترسیده بودیم از ازت. وقتی گفتی از ایران هستیم و اینا گفتیم تو تروریست نباشی، ذبهمون نکنی و اینا از خیلی ترسیده بودن. بعد آره خونه رو گرفتم و اینا حالا این یه جرانی بود مثلا اتفاقا خوشحال شدم گفتم که خوب شد که همچین اتفاق افتاد که من این اینا رو بشناسم این دوستا که خیلی با هم سفر رفتیم و خیلی عشق اشغال کرد آره خلاصه آقا ای عزی بعد یه مدل کلا برداری که دیگه از دوستام خانم آغاز ولی بهش میگیم خانم ارقوانی چون یعنی از این پسرایی که وای 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 وای, وای. حالا خودش حالا ویدیو رو برش بگم باید نمیدونم کرم صورتمو بزنم وقتی میرم بیرون وای زد آفتابم نزدم یادم رفت میرفت تو هموم نیم ساعت تو همون یعنی انگار میخواد چه رو بساب انگار میخواد عصب و شطور بشوری انگار یعنی اصلا یه وضعی آب, آب،, لوله من اصلا نمیخورم حالا آب ملبورن میگن این که بهترین آب هاست. از حالا از هر هاست خیلی خیلی آب خوبه تو استرالیا آب خیلی خوبه آب لوله میخورم ملت میخورم ما تو اسفان می رفتیم اونجا فا... از خوزستان می رفتیم اسفان خودمون رو با آب لوله می شستیم بلان نسبت تو گفتیم وای خوب با آب زلار دارم خودمون می وقتی اینجا خانم ارقوانی ادا در می من فقط آب معدنی می خونم چون بهم نمی سازه پوستم نمی سازه و فلان و فلان حالا حالا بماره خانم عرقوانی بعد آقا این خانم ارقوانی از فیسبوک کلا گذاشتن سرش آ... نپرسیدم ازش جزئیات ولی گفت 1300 دلار از پولش رو یعنی فرستاد برای یه نفر احتمالا حالا می‌خواستم مثلا بهش گفته جنزی بهت یا فلان 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 1300 دلار کلا رفته سرش بعد کم و بیش یه برابر پیش میاد حالا من زیاد حرف زدم میرم سر اصل مطلب اینجا تو گوشی من که شما الان خواهید دید صفحه رو به چه شکل هست همینجوری وقتی یه سیم کارت می‌گیری نیست که مثلا شماره رو همه داشته باشن شما شمارهتون میفته دست ای اسپمرا و ای اسکمرا و ای ها وقتی که میرید تو سایت های مختلف مثلا ثبت نام میکنید یه سایت کفش فروشی یه سایت مجله آنلاین نمیدونم سایت های کاریابی و اینا اینا به صورت رندوم یکیشون مثلا یه هکری یه, ویروسی داره پشتشون تو سرورشون هر کی ثبت نام میکنه اطلاعاتش در میارن اطلاعات یعنی در میارن این شماره تلفن این شماره تلفن فلان 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 بعد شما کم کم از این تماسای چیز تماسای چی میگن فیک میگیرید خیلی هاشم از قبل رکورد شده است یعنی تماس اتوماتیکه حالا یا چینی صحبت کنی یا انگلیسی بعد میترسونه شما رو میگه وای تو پول تکس ندادی مالیات ندادی اگه اقدر پول به نمیدونم چیز شماره واریز نکنی حالا uh, معمولا با چی میگن بیت کوین و کریپتوکارنسی رمز ارز ازت میخوان ولی میترسوننت میگن اگه این کار نکنی میایم توقیفت میکنیم پلیس میاد میگیرت فلان و فلان و فلان یه نکته در مورد اینا ادارات دولتی زنگت نمیزنن ادارات دولتی میاد نامه فیزیکی میفرستن در خونه یکی نکته یادتون باشه بانک میاد نامه میفرسته فیزیکی در خونت که آدرسی که داری و بقیه مؤسسات دولتی جوری هن. نامه میفرستن در خونه جریمه میشی نامه میفرستن در خونه بعد یه سازمانی اگه بشه صحبت کرد تلفن جوری یه شماره موبایل سر به هوا زنگت بزنه خیلیا ها نمیدونن ها خیلی ها نمیدونن خیلی سن های خود استرالیایی نمیدونن این جراناتو کلا میره سرشون بعد این نکته هر چیزی که هر تماسی که ازت پول میخواد یا داره میترسونه قطع کن اصلا قطع اصلا نیاز, نیاز نیست هیچکی به زنگ نمیزنه و اینجا رو ببینید الان روی گوشی ببینید من گوشیم اندرویده چون که من آیتی هم تکنیکال هم آدم تکنیکالی هم اصلا از این اپل و آی او و چیزا خوشم نمیاد خیلی عقب افتاده از سیستم عاملش درک میکنم که خیلی دوستن چون خیلی ساده و ابتداییه واقعا سیستم اول ابتدایی داره یعنی خیلی کارا نمیشه باشه انجام داد حالا این به صورت اتوماتیک گوشی های اندروید خودشون اسپم بلاک دارن که خیلی باز میشه باز میشه امنیتتون بره بالا هم اگه یکی زنگتون بزنه هم اگه یکی تماس بده حالا من اینجا چندین تا از اس ها رو بهتون نشون میدم این اطلاعاتی که اینجا میدم بهتون هیچ شما دیگه پیدا نمیکنید شاید برای اولین بار دارم مختص خودمه گفتم من, من اینا بعد من حتی اینا رو این چیز که دارم نشون میدم به یکی از شرکت هایی که کار می‌کنم براشون من براشون دوره گذاشتم سی نفر بودن و خود استرالیایی بعد همه اینجوری فکشن افتاد بود آ چا جامعه چون که اینجا یه کلکسیونی هست از پیام ها و روش ها و او طلاهایی که پیام میده به شما میگه این کارو کن بعد ممکنه گول گول بخوری حالا یه چند تاشو به صورت رندوم باز میکنم تلستراپراس میگه آی حواست باشه ای تلسترا تلستراپراس تو تلسترای خط تلفنی بزرگترین سرویس دهنده همراه اول استرالیا چه تلسترا بعد یه لینک فرستاده میگه برو این ریورد تو بردار یه چیه نوتیس پی معلوم نیست چیه تیک اکشن اصلا هیچ اطلاعاتی هم نداده ها هیچ اطلاعاتی نداده فقط میگه تیک اقدام کنید بعد خیلی هم اصلا یه هم میگه خب اقدام کنید چیه pending taxation دو on on red message میگه تکس بعد یه لینک اصلا در هم بر هم توشونه اینا همه چیزن میرم پایین میرم پایین investment calls point uh, calls فروشگاه میگه برو این کدی uh, که دیگه رفتی کد calls تو برای که امتیاز بگیری برو از توی سایت در بیار uh, expiring bonings point bonings باز دوباره فروشگاه دیگه است فاینز uh, میگه برو فاین فاین پرداخت کن قبل از حالا اینا رو من اینجا دارم متنشون رو میدم حواستون باشه اینا رو به تلفنی هم با حالت های مختلف ممکنه بشنوید خیلی کوش به باشید کولز کولز دیلیوری پکیج دیلیوری میگه پکیج دیلیور نشد آدرس هم دقت کرده باشید که حالا مثلا یه پارسل توش داره ولی چرت و پرته اصلا آدرس چیزی نیست بعد نوتیس آف پیمنت تول تول مال عوارض تول پیمنت میاد آن سکسسفول دیلیوری یکیش نوشته که دلیوری انجام نشد میرم پایین این کرکت آدرس آدرس اشتباه تول پرداخت نکردی ببینید با شماره موبایل های مختلف از پست پست اداره پست استرالیا که پوت آن هولد میگه مثلا آمازون یا ایبی یا پست زنگ میزنن یا پیام میدن بهت میگه آی مونده نگهش داشتیم میگه حالا put on hold تو to incorrect address آدرست قلطه آدرست رو درست کن سایت رو نگاه کن APN post XYZ بعد خیلی تکنیکال نیستن توی این زمینه شما توی اینترنت میتونید دورای مختلف پیدا کنید که شاید پنج دقیقه این فیشینگ در مورد فیشینگ بهتون آموزش بوده البته من خودم هم دارم همینجا آموزش میدم یه وبسایت ها رو ببینید وبسایت های به اسم اسم وبسایت نگاه کنید کلیک دات اینفو اصلا معلوم بی خود چرت و دارن یه جورایی یه حس اورژانسی بودن یا ارجنت یا به قول خارج سنس آف ارجنسی میدن بتونی یعنی که تو بگی وای اگه الان انجامش ندم ممکن مشکلی برام پیش میاد این باعث میشه که آدم فکر نکنه وقتی هول میشه سری کلیک کنه و که خیالش راحت بشه و استراب و استرس از بره بریم پایین 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 تول دوباره دلیوری آدرس غلط آدرس غلط دلیوری تول دلیوری و آره اینا اینا از مال تا سال یک سال گذشته است این هایی که من نشون دادم اینا یه سری یه تعداد نمونه بود از روش هایی که این خلافکارا و کلاوردارا میان استفاده میکنن برای اینکه پولتون رو بکشن هیچ موقع هیچ موقع به صورت تلفنی کسی ازتون پول نمیخواد همیشه اگه جریمه ای باشه اگه موردی باشه داخل این روندای حالا کاری همیشه یه نامه فیزیکی میاد سمتتون و اگه هم متنی چیزی باشه پیامی بهتون بدن دقت کنید اسم وبسایت رو دقت کنید همینجوری تپ نکنید روش همینجوری بازش نکنید آره ای یه سری نکات بود اینا میخواستم نشونتون بدم این پیام و این جرانات که اینجا هست که بدونید چه خبره چقدر هی میاد همینطور که هی چیز کنید هی ثبت نام کنید سایت مختلف من برای یکی از کاریابیام یک ماه دنبال کار میگشتم یه سیمکارت رو جدا گرفتم با او ثبت نام کردم تمام که شد سیم کارت انداختم دور بعد به مدیر من گفتم گفتن که آ سیم کارت دیگه سوخته دیگه الان تماس اسپم میگیرم قد هی به پیام علیکی میدن ولی خب دیگه آره دیگه آدم میخواد ای یه جایی ثبت نام کنه گاوی بی گاو بیگاه میگیرن همی... نمیشه ازشون فرار کرد ها ای عزی. امیدوارم که به کارتون اومده باشه حالا اگه سوالی چیزی نکته چیزی بود که خواستید بدونید سعی کردم تا جایی که میتونم چیزی جان اندازم ولی حالا چیزی هم جا انداخته بودم خود دیگه حالا ببخشید به بزرگی خودتون اگه هر سوالی چیزی بود حتما پیام بدید کامنت بذارید که من جوابتون میدم دمتون گرم